رحمان الرحیم سلام و ادب خدمت دانش آموزان عزیز انسانی جامعه شناسی دهم ده درس چهار اجزا و لایه های جهان اجتماعی ببینید آن چیزی که در این درس باید یاد بگیری آسیب های مقایسه جهان اجتماعی با موجودات زنده میار های تقسیم اجزای جهان اجتماعی البته دو تا میار هست اندازه و دامنه ذهنی و عینی بودن و همچنین خدمت شما ارز کنم که بحث بعدی ما لایه های جهان اجتماعی است ما یک سری لایه های سطحی داریم و یک سری لایه های عمیق بنیادین با اون آشنا میشیم نهادهای های اجتماعی و بررسی لایه های آن آن چیزی که در درس چهارم یاد خواهی گرفت در پایان چند سوال تشریحی و چند تست کنکور را هم در پایان این فیلم مربوط به فصل چهارم درس چهارم جامعه شناسی دهم ده باشد مورد بررسی قرار میدیم شما هم لطفا با لایک و کامنت و همچنین عضو کانال شدن مهمان عزیز هستید انشالله از کانال خودتون حمایت بفرمایید بریم به امید و خدا شروع کنیم یه دقتی کنیم اینجا من نوشتم دقت اگر در مقایسه پدیده فقط به ظاهر و شباهت توجه کنیم شناخت ما دچار آسیب جدی شود به مانند مقایسه تشریح یا کالبوت شناسی که در علم پزشکی یه کسی که میخواد پزشک باشه دانشجوی پزشکی هست بعد علم تشریح را یاد میگیره با شناخت جهان اجتماعی کاری نادرست است زیرا آنها های عمیقی دارند حالا ما بیایم گفتیم که به درس خلاصه و اشاره من اینجا نوشتم که کارتم سخت نباشه بدونی که چکیده درس چهارم چی هست تقسیم بندی اجزای جهان اجتماعی گفتیم یکی بر اساس اندازه و دامنه یکی بر اساس ذهنی و عینی بودن هست خب حالا تقسیم بندی بر اساس اندازه و دامنه ما کلمه خرد و کلان و وسطش یه میانه هم داریم ببین خرد ما همان کنش های اجتماعی افراد هست افراد داریم میگیم و کلان ما فرهنگ و جامعه هست حواسمون باشد بریم چند مثال کلان میان خود بگیم تا یه مقدار ذهن و بحث تقسیم بندی جهان اجتماعی بر اساس اندازه با دامنه در ذهنت جا بیفته کلان نظام آموزشی کلان نظام فرهنگی کلان نظام ارزشی و نظام سیاسی اینها مسائل کلان هستند در جهان اجتماعی ولی میانه برای نظام آموزشی مدرسه برای نظام فرهنگی آداب مهمانی نظام ارزشی عدالت اجتماعی میانه هست مجلس یک نظام سیاسی در نظام سیاسی بعد از اون قرار میگیری یعنی یک حالت میانه را دارد خوردش کلاس درس کنش افراد سلام احوال پرسی کنش افراد انصاف در دستموزها حالا برای افراد هست و انتخابات همچون افراد شرکت می در سطح خورد تقسیم بندی می شود حالا تقسیم بندی بر اساس ذهنی عینی بودن عینی میانه ذهنی از آنجایی که در جهان اجتماعی همه اجزا معنی و مفهوم دارند بس یادت باشه در جهان اجتماعی همه اجزا معنی و مفهوم دارند جمله مهمی هست ولی همه آنها آشکار محسوس و عینی نیستن یعنی همه را ما نمی بینیم خب عینی خریدن هدیه تولد میانه آداب و رسوم هدیه دادن ذهنی ارزش معنوی هدیه دادن نظم ذهنیه ارزش های اجتماعی شهری ذهنی چراغ راهنما عینی مقررات راهنمایی میانه هست خیابان ها یعنی بین عینی و ذهنی اینا قرار میگیرن شهر هم حالا یه تصور عینی و ذهنی خب اما بریم ببینیم لایه های جهان اجتماعی ما این قسمت خیلی خیلی دقت کن بسیار بسیار مهم هست محال سوال امتحانی نهایی امسال نیاد یا محال هست که در کنکور به نحوی از این سوال مطرح نشه ما لایه های سطحی داریم یادت باشه نمادها، ها، انجار ها، ارزش ها به عقاید نمادها و هنجارها های سطحی جهان اجتماعی‌اند ارزش ها و عقاید لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی هستند لایه های سطحی ویژگی چیه؟ ویژگی هاش به, سهولت تغییر می‌کنند، نقش حیاتی و اساسی ندارند تغییران ها موجب تحول مهم در جهان اجتماعی نمیشود نمادهای نمادها نمات ها سطحی تر از هنجار ها نمادها ها اغلب برای انتقال معانی هست شیوه ها و قواعد عمل را هنجار میدوین این از اینها لایه های عمیق و بنیادین که ارزش ها و عقاید رو شامل میشه تاثیر فراگیر و همه جانبه روی دیگر اجزای جهان دارند بر روی دیگر اجزای جهان حالا جایی مقدار من بد نمیشتم اینه تغییر آنها موجب ایجاد تغییرات بنیادین در جهان اجتماعی می شود ارزش ها همان امور مطلوب و دارای وجه مثبت هستند عقاید در عمیقترین لایه ها هستن مثل جایگاه های انسان به جهان و مرگ و غیره نهاد اجتماعی حالا یادت باشه با در نظر گرفتن اجزا و لایه های جهان اجتماعی در ارتباط با هم اجزا و لایه های جهان اجتماعی در ارتباط با هم نهادهای اجتماعی آشکار می شود. نهاد اجتماعی بس یادت باشه مجموعه از هم لایه های سطحی هم امیقه یعنی عقاید ارزش وقتی که میگیم لایه های عمیق هنجارها و نمادهاست که به رفع نیازهای معینی نه نامعینی یه مقدار حواست باشه به این کلمه جایی داده باشه از افراد و جهان اجتماعی اختصاص مییابد و مهمترین نهادهای اجتماعی هم حواست باشه خانواده سیاست اقتصاد تعلیم تربیت یا همان نظام آموزشی خب میگه پدیده های اجتماعی را بر اساس چه مبانی میتوان تفکیک کرد بر اساس اندازه خرد کلان میانه ذهنی و عینی بودن و سومیش لایه های عمیق و بنیادین البته این بیشترین دو تاره کتاب این کتاب تقسیم بندی اینم میشه به نوعی اضافه کرد درسته و لایه های سطحی تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد و کلان چه فوایدی دارد اینجا رو قشنگ دقت کن پدیده های اجتماعی اثرگذار و اثرپذیرن پس اثرگذار اثرپذیرن وقتی آنها را بر اساس اندازه و دامنه تقسیم می کنیم بهتر می توانیم نحوه ارتباط و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها را بررسی کنیم مثلا یک پدیده مانند خودکشی در سطح فردی موردی و خرد روی داده است یا در سطح اجتماعی بروز کرده است یا پدیده بیکاری در سطح فردی بررسی می شود یا در سطح منطقه یا در سطح کشوری یا بین‌المللی یا پدیده یادگیری و آموزش در سطح مدرسه یا منطقه یا استان یا کشور به ترتیب ببین از خرد میری به سطح کلان و نحوه ارتباط و نظارت بین اجزا از نظر دامنه و اندازه مورد توجه قرار میگیرد پس خیلی ساده هست سخت نیست آیا تمام پدیده های اجتماعی هویتی معنایی و ذهنی دارند گفتیم بله تمام پدیده های اجتماعی در ذهن انسان اعتبار و هویت مییابند این در جهان اجتماعی هست من این اصلاح کنم خب جهان اجتماعی کدام یک از ابعاد این یا مهمتر است اینم مهمتر هستند باید باشه خب اگر دقت کنیم پدیدهای ذهنی مهمترند زیرا تا ذهن روشن نشود و آگاهی به وجود نیاید خب هویت عمل و عینیت شکل نمیگیرد. ذهنیت فقط مخصوص انسان است ولی عینیت در سایر موجودات نیز مشاهده می شود و این چقدر نکات بسیار بسیار مهمی اینجا هست می اینها مورد سوال قرار بگیرند رازمون سراسری و در امتحان و دقت نکنیم نمره کم می شود. در امتحان و در کنکور هم دچار اشتباه میشیم منظور از لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی چیست؟ بخش‌هایی از لایه های جهان اجتماعی که گذار و تعیین کننده تعیین کننده هن لایه های عمیق هستند تاثیرات همه جانبه و فراگیر در جهان اجتماعی دارند کمتر تغییر می کنن. ولی اگر تغ... کمتر تغییر می کنن. ولی اگر تغییر کنند با تغییر این لایه ها جهان اجتماعی نیز دگرگون می شود مانند آرمان، عقاید، ارزش های اجتماعی یک جهان اجتماعی منظور از لایه های سطحی جهان اجتماعی چیست مثال بزنید لایه های سطحی جهان اجتماعی تاثیرات محدودتری دارند کمتری دارند بیشتر تغییر می کنند و نقش حیاتی و اساسی در جهان اجتماعی ندارند مانند هنجارها نمادها و متها خب در چه صورتی جهان اجتماعی دچار تحول می شود خب خیلی خیلی ساده در صورتی که تغییر لایه های سطحی به لایه های عمیق نفوذ کند و موجب تغییر بنیادین عقاید ارزش های یک جامعه شود در عمیقترین لایه های جهان اجتماعی کدام عقاید قرار دارند عقاید مربوط به اصل جهان جایگاه انسان در آن عقاید مربوط به مرگ و زندگی عقاید مربوط به هستی شناسی نهاد اجتماعی را تعریف کنید گفتیم که مجموعی از عقاید ارزش ها و نمادهایی که برای رفع نیازهای معینی معینی اونجا هم تاکید کردم در داخل و جهان اجتماعی با شیوه قابل قبولی به وجود می آید خب مفهوم نهادهای اجتماعی در چه صورتی معنا پیدا می کند وقتی اجزا و لایه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم و روابط بین لایه های اجتماعی را بررسی کنیم نهادهای اجتماعی مهم هر جامعه گفتیم خانواده، آموزش، سیاست و اقتصاد چرا نهادهای اجتماعی در جهانهای اجتماعی این جهانهای نه جوانهای اینم جهانهای اجتماعی هست بله انواع متفاوتی دارن چون نیازهای هر جهان اجتماعی میتواند با نیازهای دیگر جوامع متفاوت باشد بنابراین نهادهای هم به وجود میآورند تا با یکدیگر با یکدیگر متفاوت هستند تغییر لایه های جهان اجتماعی در زندگی مردم چه تأثیری دارد اگر لایه های سطحی فرهنگ تغییر کند روابط اجتماعی عقاید ورزش ها تغییر چندان نخواهد داشت ولی اگر لایه های بنیادین و عمیق فرهنگ تغییر کند حس شوند یا تبدیل شوند کل جهان اجتماعی دگرگون می شود خب چه بهتر هست به چند تا تست کنکور سراسری هم سری بزنیم در نمودار زیر کدام پدیده های اجتماعی به ترتیب در جایگاه های الف یعنی منظورش اینه دال به ترتیب ب این حواست باشه و جیم الف به جیم دال نری اینجا رو سوال دقت کن حواست باشه بعد حالا ما میخواییم بگیم کلاس کنکور یعنی کلان عینی هست نه کلان عینی کلاس کنکور عینی هست ولی کلان نیست حالا اگر یه مقدار دقت کنیم بورس اوراق بهادار هست کتابخانه این اصلا اگر دقت کنی به راحتی دومی را براش انتخاب میکنی ببین الان نگاه کن جیم چی هست جیم کلان ذهنی است ادبیات فارسی واقعا کلان ذهنی هست خب مثلا ب باید چی باشد خرد ذهنی باشد خاطرات سفر برای یک نفر خورده ذهنی هست خیلی قشنگ علایم راهنمایی و رانندگی دال یعنی عینی خرد باشد کاملا مشخص هست پس به راحتی گزینه دو را در کنکور 1402 انتخاب میکردیم سوال دومش گفته پدیده های زیر را از نظر ذهنی و عینی بودن و اندازه و دامنه مشخص کنید امنیت اجتماعی در یک جهان اجتماعی مطرح هست یک چیزی هست که ذهنی کلان هست اصلا مشخص ذهنی کلان حالا ذهنی محسوس یعنی ذهنی این غلط میشه بس این اصلا میزه ذهنی کلانه خب بعد منطقه شهری خرد و محسوس تحقیقات دانش آموزی عینی و خرد هست تحقیقات دانش آموزی عینی و خرد یعنی گزینه یک را انتخاب میکنیم سوال سوم در رابطه با جهان اجتماعی موارد زیر نشانگرش چیست آگاهی و شناختی که به جهان اجتماعی بر اساس آن شکل میگیرد آگاهی فردی و خصوصی نیست خب آگاهی جهان اجتماعی فردی و خصوصی نیست مشخص این از ویژگی های جهان اجتماعی هست برخی از اجزای جهان اجتماعی که با هست آنها جهان اجتماعی فرو میریزد خب یعنی چه چیزی نشان اهمیت اجزای جهان اجتماعی هست یعنی لایه های عمیق هستن خب اجزا کمتر در معرض تغییرا لایه های عمیق یعنی گزینه دو را باید انتخاب کنید خدمت شما ارز کنم که ببین اگر اصلا به مورد سوم نگاه میکردی اجزا پدید های کمتر در معرض تغییر تحولن میشه لایه های عمیق اصلا لایه این خط میزدی لایه های جهان اجتماعی هم عمیق اق... هم سطحی این اصلا سوال کنکور هم سخت نیستن دقت کنیم چهارمی گفته است که آگاهی که بر اساس نظم اجتماعی شکل می گیرد کدام نوع آگاهی هست آگاهی مشترک و عمومی درسته؟ خب مشخصه در رابطه با جهان اجتماعی موارد زیر نشانگر چیست؟ ببین دوباره شبیه سوال سوم هست جهان اجتماعی و نظم آن پدیده های طبیعی و تکوینی نیستند بر اساس آگاهی افرادن عدم توانایی حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد اجزا پدیده های کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرند. خب این که مشخص هست یعنی به راحتی دوباره گزینه دو را انتخاب می‌کنی. خیلی خیلی ساده این یه دقت کنید و سوال آخر که بررسی کردم انشالله اگر شما تا اینجا حوصله داشتی اومدی لایک کامنت یادت نره ممنون و متشکر میشم پدیده های زیر نظر اندازه و دامنه و عینی و ذهنی بودن مشخص کنید آزادی بیان روستا دید و بازدید عید نوروز خب ذهنی کلان مشخصه روستا خرد محسوس دید با خرد عینی هست اصلا مشخص است که گزینه یک را انتخاب میکنیم این هم به صورت جمع جور درس چهارم تا اینجا چهار درس درس های قبلی هم هستن لطفا من این را قرار میدم حتما برید همه را ببینید و انشالله حمایت خودتون را هم فراموش نفرمایید خدا نگهدار